نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی روزهای جمعه و شنبه هفتم و هشتم ماه رجب سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم کثیرالسفر فرمودند: در روایات عنوان کثیرالسفر نیامده است، ولی فقها از این عنوان برای تسهیل استفاده کردند، اما در روایات از دو عنوان استفاده شده که همین معنا را دارد. عنوان اول مربوط به کسی است که شغل او سفر است، مانند راننده، و عنوان دوم مربوط به کسی است که شغل او سفر نیست، اما مثلا در شهری ساکن است ولی شغل او در شهر دیگری است و بایستی همه روزه یا بیشتر روزها بین شهر محل سکونت و شهری که در آنجا کار می کند رفت آمد نماید. به این عنوان کثیرالسفر گفته می شود. معظم الله در رابطه با ملاک کثیرالسفر فرمودند: آنگونه که در روایات آمده ملاک کثیرالسفر بودن آن است که 10 روز در یک جا اقامت نداشته باشد. لذا اگر کسی که راننده است و یا محل کارش در شهر دیگری است و مرتب در حال سفر است و 10 روز در یک جا استقرار ندارد، نماز او هم در محل اقامت و هم در طول سفر تمام است و میتواند روزه نیز بگیرد. ایشان در ادامه فرمودند: اگر برای چنین شخصی اتفاق افتاد که 10 روز در شهر خود بماند و بعد از 10 روز از شهر خود خارج شد، در اولین سفر نماز او شکسته است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. وطن ملاک نیست، اینا من چند بار عرض کردم. وطن ملاک نیست، ملاک اینه که مسافر این یا مسافر نیست. همین، اگر از نظر عرفی مسافره، این نماز شکسته است. قدیما که حج می رفتن گاهی 1 سال طول می کشیده، از این شهر به اون شهر، از این کثیرالسفر اسمش نبوده، چون سفر حج 1 سفره. یا کسی از اینجا می خواد بره مشهد، اما تیکه تیکه میره. تهران کاری نداره، اما تهران باید می سه نهار می خوره. تو شمال کاری نداره، شمال وای میسه خود تفریح میکنه. یه سفره ده اولو 10 جا وای میسه، چون مسئله عرفیه کثیره، یعنی سفرهای متعدد نی یک سفره. سفر حج سابقا میرفتن 50 جا وای میستادن تو رفت و اومد، اما یه سفر حساب میشه. پس وطن ملاک نی، ملاک نی، این عرفن مسافره یا حرفا مسافر نیست.